خدای تبارک و تعالی حجتش را بر انسان کامل کرده، اگر عقلش را به کار بندازد خدای تبارک و تعالی او را هدایت می کند. خیلی وقتا هست انسان عقل خودش را به کار نمیندازه، تخته میکنه عقل خودش را. از اول دنبال این است که روشی که خودش برش هست از گذشتگان به او رسیده، یا اون روشی که الان میل دارد بر اون روش باشد، دنبال اینه که اون را به هر قیمتی اثبات بکنه. خب این انسان عقل خودش را تعطیل میکنه، اون چیزی را که میخواهد ممکن است یک صورت برهان و قیاسی را درست بکنه، یه مغالطه هایی که او را به اون نتیجه اید که دل بخواه او هست برساند. در حالی که صحیح این است که انسان خودش را مجرد بکند، یعنی من چی دلم میخواد، این معناش این نیست که اون حقیقت باشد. خیلی وقتا انسان چیزی دلش میخواد که حقیقت نیست. خدای تبارک و تعالی میگوید ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، خواسته های مردم و هوای نفسانیشون خیلی وقتا خلاف مصلحت و خلاف حکمت است. اگر بنا بود که حق تابع آنها باشد، همه چیز آسمان و زمین به هم میریخت. نمونش را هم دیدیم، هر وقتی که انسان کاری میکند که بر طبق حق نیست، همه جا به خرابی می انجامد. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، از مشکلات اجتماعی گرفته تا مشکلات اقتصادی سیاسی، این چیزهایی که مربوط به جانب تشریع هست، هر جایی هم که دستشون رسیده این جهان را درش تخریب کردن، محیط زیست را تخریب کردن و هر چیزی که خلاصه تونستن تخریب کردن. حق تابع اهوای مردم نیست، یک حقیقتی هست، باید ما اون حقیقت را کشف بکنیم و پیروش بشیم. اگر این کار را کردیم رستگار میشیم. صحیح این است که انسان خودش را تجرید بکنه، خالی بکنه از پیش ذهنهایی که از پدران یاد گرفته، یا اون چیزی که نفس امارش دوست دارد، دنبال حق باشد، عقل خالص. لذا در آیات هست قل الالباب، لب عقل خالص است. گاهی وقتا هست که یه چیزی است که عقل خالص نیست، مغالطه درش هست، یک استحسانات هست، یه چیزای دلبخواهی هست، صورت عقل بهش میدن، وقت میگن این عقل است، این عقل نیست. اون روایت دارد که حضرت صادق فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل چیزی است که باعث بشود که انسان خدای را بپرستد و نتیجهش این بشود که اهل بهشت باشد. خب اون سوال کرد از حضرت که اون چیزی که در معاویه بود چی بود؟ معاویه هم بعضی ها میگن خیلی عاقل بود، مثلا مقابل حضرت امیر قد علم کرد، با نقشه و حیله و اینها توانست که از شکست برهد. سپس بعد از حضرت امیر سلام الله علیه مجبور کرد امام حسن را که صلح بکنن و بر گرده مسلمونا سوار شد. 20 سال بعد از اون حاکم بود، سلسله بنی امیه را هم تأسیس کرد. خب بعضی ها خیال میکنن این عقل است، حضرت فرمودن که این عقل نیست، این نکراء هست. این در ظاهر مردم خیال میکنن عقله، چون که شبیه به عقل است، در حالی که عقل نیست. چرا؟ چون که باعث خسارت ابدی برای معاویه و خاندانش شد. این چه عقلی است که یک کسی ضرر دائم را بر خود کسب بکند مقابل اینکه چند صباحی لذت ببرد؟ مثالش را هم سابقا زدیم، اگر یک کسی گرسنه هست، یک غذای بسیار خوشمزه را جلوش قرار بدن، در حالی که میداند این غذا مسموم هست، یا فرد ثقه‌ای بهش بگه این غذا مسمومه، اگه بخوری میمیری،
اینم محل نمیده، غذا رو میخوره در عین حالی که غذا رو تناول میکنه، خیلی لذت هم میبره، خوشمزه هم هست، سیرم میشه، ممکنه یه چند ساعتی هم در حال سیری باشه، اما وقتی که زهر در بدن او اثر بگذارد و او را بکشد، به مردم بگیم این شخص هم چه کاری کرد، میگن عاقل نبوده. اگر عاقل بود گرسنگی را تحمل میکرد تا اینکه مسموم نشه، نابود نشه.